الان مثلا نکنیم فیلم های 100 سال پیش هست، از تو خودم منچستر که ما بودیم خانوم هایی چیزی شبیه چادر میکوشیدن، مثلا الان اصلا همچی چیزی نیست. یعنی این تهاجم فرهنگی که رو خود اونا شده تا سبک زندگی غربی و همین امریکن دریم و این حرف ها براشون اومده، کلن همه اینا رو خراب کرده. چقدر باورهای مذهبی دارن؟ خیلی سکولار هم به نظرم، را مسیحی توشون هست، ولی مسیحی که مثلا باور خودش از کلیسا میگیسه نره و فقط حالا شاید یه صلیب ممکن داشته باشه، اون هم تازه صداش کمتره و زیاد مفهوم چیز ندارن. عدد تو نوجواناشون دنبال دین و اینو نیستن. تو نوجوانی جوانی میبینیم مثلا تو دانشگاه ما میدن خیلی دنبال شهوت و فلان و اینان و بعد به یه پوچی میرسن. تو میانسالیش اینا میرن دنبال دین و فلان و اینا، حالا با توجه که مسیحی زاده بودن و چیزی اصلا مسیحیت ندیدن میرن سمت معمولشون، میرن به سمت بودایی و دست بودایی میرن تقدیم میشن مثلا به مسلمان های سنی و حالا بعضی از اونا میرن تقدیم میشن به شیعه، ولی تو میانسالی این صورت بودن. چرا شیعه نمیشن؟ زیاد شناخت ندارن. حالا دلیلی هم که شیعه میشن مختلف، بیشتر وقتی که یه سری علامت سوالا تو ذهنشون ایجاد میشه و علامت سوالا که ایجاد میشه دنبالش که میرن به تشیع میرسن. یعنی ما تو تبلیغ ضعیفیم؟ 100%. درست. من تو پی‌اچ‌دی که میخوندم استادم یک شخص انگلیسی ایتالیایی بود که ایرانو دوست داشت، خیلی دوست داره بیاد ایرانو بازدید کنه و این حرفا وقت تاریخیش و اینجور بحثا. بعد تو گروهمون تقریبا 16 نفر بودیم، 3 تا ایرانی بودیم که فقط من بودم که خیلی آداب رسوم ایرانی ها رو مثلا رعایت میکردم. من توضیح میدادم برشون شب یلدا چیه، عید نوروز چیه، محرم چیه. مثلا استادم یه بار گفت که پیرانسیو پوشیدم، گفته بود که شاید خوشتیپ شدید میاد. گفتم اینو ما سیاه پوشیدیم بخاطر خوشتیپی نیست، این بخاطر اینکه داستان امام حسین رو براش تعریف کردم. بعد یا یه بار یادم هفت‌سینی که براش تعریف میکردم، اون حرف اون پروفسور حسابی بود، اینشتین گفته بود یا اینشتین همچین از اون حرفی گفته بود، گفتم عید سال جدید ما اینه که سبزه بکاریم و بعد اندازمش توی طبیعت، ولی برای کریسمس سال نو شما اینه که من درخت رو قطع میکنم و میزیم دور. ای بچه جذاب، گفتم سال نو ما اول بهاره، یعنی شکوفایی و این همه، سال نو شما تو زمستونه. بعد براش خیلی جذاب بود اینجور چیزا و زیاد میشد که میگفت که چقدر فرهنگ قوی دارین، چقدر قدمت های قدیمی. و همین که من خودم فرهنگ خودم بیشتر رو رایت میکنم، من میدم استادم به من خیلی بیشتر احترام میذاره وقتی اینکه اون فرهنگ خودمو نگه داشتم اونجا و از دید خودش یه جوری انگار مثلا انگار کسی که اصول خودشو داره احترام میذاره، پس ما هم بهش بیشتر احترام میذاریم. اینکه اون زمان مثلا غلطی که بعضا استفاده میکنیم در نخواهی شبیه بسا هم رنگ جماعت، چون من این حالت نبودم. و مثلا منش گفتم که نمیتونیم، مثلا خانم بودیم استادم، من نمیتونم دستتو هندشیک کنم و دست بدیم با هم. چراییش رو توضیح دادم، فلسفه‌اش رو گفتم، ببینم این چیزا این فاصله باید باشه و این حرفا و شیطان هم میخواد از گفت که خب ممکنه زیاد اتفاق بعد نیفته باید بسیلا، گفتم ولی شروعش اون هست یا نه؟ گفت آره. گفتم بیا بفهم. و بعد گفت که آه مثلا یه مسلمونی بود، محجبم بود ولی با شوهرم اینجوری دست داد و فلان و چی چی، اون مسلمونی بود که خوب نبود. گفتم هیتلر هم مسیحی بود، تو میتونی بگی کل مسیحیت بده؟ گفتن که مثلا هیتلر آدم زیاد کشته و کنم این حرفا. بعد میگفت نه قبل درست قبول میکرد. بعد حتی یادم چیز کرده بود، یعنی خودش این بحثا رو ما داشتیم تو 4 سالی که با هم بودیم. آخرام یادمه که المپیک 2012 لندن بود، سال آخری که من دکترام بود. بعد مثلا تو گروه داشتم بحث میکنن که والیبال زنان همه بلیتاش رفته و والیبال ساحلی و حتی والیبال رو، چون زنها خیلی بد پوشش پوشیدن و این حرفا، مردا میان مثلا جلو بشینن که زنها رو دید بزنن این حرف. بعد استادمون هم گفت آره منم تو نوجوانی جوانی والیبال بازی میکردم و همین اتفاق میفته، خیلی بد نگاه میکنم و دوست نشم من دیگه ترکش کردم. و من باش نگاه کردم و خنده گفتم تو دین ما حجاب برای همینه. مثلا انگار مچش گرفتم تایید میکرد این حرف.
این حالا در مورد اختلاف فرهنگ و این صحبت ها خواستیم. حالا یه چیز دیگه هم هست با یه استاد دیگه، استاد سوم هم این یه زبنده خود روی فمینیستی داشت، یه تو زندگیش همسرش بهش خیانت کرد و خیلی روی فمینیستی داشت، اون ایران اومده بود و بحثی که مطرح میکرد داشتی منطقی بحث میکرد که چرا اون از دید خود چرا اسلام زنان رو محدود کرده و بخچه پیچ میکنه و فلان این حرفا. من بحث میکنم باش و اتفاقی کتاب نظام حقوق زن در اسلام شاید متحریب پیدا کردم رو گوشی جاوا، برنامه جاوا کتابه رو خوندم، خیلی عالی بود و خدا برم فرستاد و شکرم جواب دادن با استفاده از این کتاب. دیگه رسیدیم به یه جایی که جواب منطقی این خانم از خودش می بود که همه مردا رو بنزیم توی جزیره، همه زنا رو بنزیم توی جزیره، که اینجوری هیچ مانعی برای رشد پیشرفتشون نمیشه. گفتم آره درسته، ولی دیگه انسان ادامه پیدا نمیکنه، بقاش ادامه پیدا نمیکنه. و خودش میخندید، یعنی زور میزد که خانم‌ها مثلا معجبه نباشن، چیکار کنیم که معجبه نباشن. دیگه خودش فهمید بهترین حالت اینکه بخوایم خانم تو اجتماع باشه، رشد کنه، پیشرفت کنه، اینه که حجاب خانم داشته باشه و مرد هم حجاب از نوع خودش داشته باشه. حالا این بود نبود داری خاطر به ذهن من رسید.